چندین ماه که ما رسانه ها و اپوزیسیون ها را به چالش شعور و خرد دعوت کردیم گفتیم نقد کنی ریستارتو بگید آریستوکراسی یعنی چی حکومت دانایان کوروش کبیر یعنی چه هیچ کس نه منطق نه نقد و نه حرف حسابی زد فقط فش دادن دموکراسی عیسی را بر صلیب کشید دموکراسی ایلیا ابن امران را به کشتن داد دموکراسی زرتوش یعنی ابراهیم را به درون آتش انداخت دموکراسی چند هزار سال ساخته شده است تا تو آریستوکراسی را نفهمی و کسی هم نمیفهمد مگر آنکه ریستارت آن را بازگو کند خوش آمدید به 134 برنامه ریستارت مجزه قولکام همتن گرریشان در رو به رو سالجانشانجان از همه جهان میکشد ن بر به سوی تو. دلم کنم جست تو در دلم کنم تو جان, جان, جان از همه جهان می کشد دلم در سوی تو و دل و ساس کنیم از اول آغاز کنیم بشیم مثال سیمور پرهامونو رو باز کنیم به شهر اشاق بریم یکی کنیم دلارو رو زمستون رو دک کنیم زنده کنیم بهار رو سیمور قطار بشیم خبیب و بیمار بشین به خاطر رسیدن باید هم آباز بشین با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم بهترین نوع حکومت حکومت دانایان و حکومت افرادی است که میفهمند حکومت رو یعنی همین آریستوکراسی حکومت اهل تصوف و عرفان یعنی حکومت کوروش کبیر تمام این حرفایی که ما در طول این مدت در شب خیر ها زدیم نشانگر این است که دموکراسی یک بازویی است از آریستوکراسی و مثال زدیم که آریستوکراسی روح حسینیه و دموکراسی هماهنگی بین اعضای بدن و دست یا پا و هر چیز دیگی و وقتی دست رو از بدن قطع کنی پرت کنی بیرون و بگی تو حالا حکومت کن دست دیگر کاری نمیتواند بکند یعنی دست شما تا وقتی تو تن شماست مفهوم داره و اشتباه نمیکنه برای همینم کشورهای دیگر رو مثال زدیم و شما دیدید که در تمام کشورها به نوعی سوار بر مردم هستن و یه بار به نام دین از مردم پول میگیرن یعنی به نام کنیسا یا کدیسا و ارزم حضور شما که امامزاده ها وقتی که مردم میفهمن که سرشون کلاه رفته حالا سکولاریسم یا دموکراسی رو جا میندازن که چهل سال دیگه دوباره از مردم با کتک مالیات های هنگفت بگیرن یعنی دولت هیچ وقت کمک نمیخواد بکنه دولت همیشه میخواد پولها رو بتونه جمع کنه که چون اگر جاسوسه که به کشورهای دیگه باج بده برای موندنش و اگر دیکتاتوره که مجبور شه که کارهایی رو بکنه که خودش رو حفظ کنه کلا اسامی رو باید برید این سطح یعنی اسامی داره تلاش میکنه که روبرو رو رو ارفان تصوف بیسته و صد هزار ساله که اینجوری هست به نامهای متفاوت و اسامی بسیار متفاوت اما سمبل من و تو نیچه افلاتون سقرات مولوی حافظ سعدی گوته و خیلی بزرگان اهل تصوف از عطار گرفته و سنای غزنوی گرفته و دیگر بزرگان اهل تصوف چه ایرانی چه خارجی که همشون مطیع و مرید انسان کامل دوره خودشون بودن و همین خاطر اه ما تلاش کردیم که در برنامه شب بخیر ایران هامون نگرش سیاسی مردم رو یک کوچولو تغییر بدیم که خیلی کوچولو تغییر کرد یعنی خیلی بیشتر از یک کوچولو میلیون ها میلیون کوچولو جمع شده با هم قطر قطر جمع شده و وانگهی دریایی از خرد در جامعه به وجود اومده و موج میزنه شعور و هوش از لای دریای خرد ریستارت و هر چی داریم از ریسارت ننا داریم و معجزه 77 سال گذشت است قطر دریاست اگر با دریاست شعری که از مولانا فخر دین است و خیلی هم از مولوی رو میدونن به هر حال تا وقتی که قطره نباشیم در اون دریا نمیتونیم بگیم دریاییم و وقتی دریا شدیم هر کاری که دریا و هر خوبی و بلایی رو که دریا بر جهان هستی بیاورد ما عضو اون دریاییم حالا این دریا دو بار موج میاره سه بار سونامی میاره ما نباید از این دریا سونامی شو ببینیم میلیاردها میلیارد موجود در دریا داره زندگی میکنه همه اینا به عشق دریا دارن زندگی میکنن و در خشکی هم از تبخیر همین دریا میق درست میشه ابر درست میشه و این میق ها میرن و آبیاری میکنن جاهای دیگر رو جای جای کره زمین رو و خیلی کارهای دیگه سکون مشخص اقیانوس ها و دریاها و حرکت مواجشون تولید انرژی نگرش های دیگر تبدیل پتانسیل به جنبشی و میلیاردها میلیارد مسئله دیگری است که این نشانگر ابهت دریاست و خیلی چیزهای دیگه از هر چه بگذریم سخن دوست واقعا خوشتر است امروز قراره که راجع به شیخ سنان و داستانش صحبت کنیم شیخ سنان داستانی بسیار خطرناک است که ما چندین برنامه رفتیم و چندین مطلب رو توضیح دادیم تا بتوانیم شعر عطار نیشابوری بزرگ مرد تاریخ عرفان رو و تصوف رو برای شما توضیح بدیم یه مرور کوچولو میکنیم ببینیم تو گذشته چه توضیحاتی دادیم که به این شعر داره یک دفعه من توضیح دادم که تمام داستانهای پیامبرانی رو که اهل تصوف و عرفان در طول تاریخ ایرانی و خارجی دادن بیرون تلاش کردن که به من و تو بفهمونن که سلوک هر انسانی که میخواد وارد ریستارت بشه و یا ریستارتی بشه سلوکی که میخواد طی کنه مراحل هفتگانه و هفت میلیاردگانه و هفتصدگانه و هر عددی که در نگرش عرفان تصوف متفاوته این سیر و سروک سیر و سروک داستان های یعنی یکی این که داستان محمد و داستان موسا و داستان ایسا خوبه که تو یاد بگیری و گوش کنی چه در تورات، چه در انجیل چه در قرآن چه در کتاب های دیگه اما اصل موضوع بر این مبناست که هر انسانی وقتی به دنیا میاد حضرت آدمه یعنی از جنت رحم مادر اومده بیرون شده حضرت آدم این آدم زمانی میرسه که به سن بلوغ میرسه حالا باید انتخاب کنه و سوار کشتی نوح بشه یعنی داستان نوح برای بچه در سن 17-18 سالگی دوباره شروع میشه وقتی که نوح شد یواش, یواش سیر میکنه حالا باید ابراهیم شه حالا باید بزنه بوتاره بشکنه حالا باید کلمه لا اله اللهی وجود نداره جز خوشگله جز سوفیسم جز انسان کامل رو باید بفهمه حالا باید بره و بتخانه مردم رو تخریب کنه اندیشه های خودش رو تخریب کنه راجع به بتها این امام زده است و این کلیسا است و این کلیسا ابراهیم توی سن 24 5 سالگی و 30 سالگی هر زمانی که بهش فکر کنی تو این تاریخ شروع میکنه در تو تبلور کردن وقتی از ابراهیم پاس شدی یعنی پاس کردی مرحله ابراهیم رو حالا یعنی همون زرتوش حالا وارد مرحله موسا میشی حالا باید ول کنی بیرون رو به چسبی فرعون درونت پس اول باید فرعون درونت حالا پیدا کنی و تو دریای خودت غرق کنی حالا این فرعون درونی که غرق کردی در دریای خودت فرعون بیرونم باید نگاه کنی ببینی به جامعه داره ظلم میکنه ستم میکنه تو پشت کی بعد از اینکه موسی رو رد کردی وارد طریقت میشه حالا یواشاش پیش عیسی این بگیر اون بزن اینا رو پاس کردی اگر کسی که عیسی موسی رو پاس نکرده ابراهیم رو پاس نکرده بیاد بگه این وره بگیر این, بگیر این بزن نابود میشه شما نمیتونی یه زب هنو از شکم مامانت نمیدی بیرون اسمتو نداشتن آدم یهو بری مرحله جناب آقای عیسی رو پاس کنی اصلا نمیتونی پاس کنی طریقت عیسی و این نگرش زیبای عیسی و این منم منم عیسی تنها پیغمبری که شما میدونید یا میگید پیغمبر ما میگیم انسان کامله یا هر کسی هر چیزی میگه مهم نیست تنها کسی که میگه من شفا میدم و تو الان بگی من شفا میدم منیت غرور کسافت درونی حسینیه که داره منمن میکنه میشه دیکتاتور یعنی اگر فرعونو قبل تو دوران موسا فرعون درون تو نکشته باشی این منمی که اعلام میکنی میای حالا رساله میدی بیرون یعنی فرعون رو نکشتی میگی منم فرعونت داره میگه منم تو پس زمانی میتونی وارد دنیای عیسی بشی که موسا رو پاس کنی این چقدر شیرین داره توضیح میدم یعنی واقعا میگه از اولش تا اینجا میتونی راحت بفهمی کجای داستانی تو و همین خاطر یه می میبینیم آیت الله میاد بیرون چرا چون فرعونش نکشته دوران رو پاس نکرده فرعون در اون زنده است ایسا میخواد بشه حالا حالا میخواد بگه منم که میفهمم رساله میدم بیرون منم که فلانم بعد از اینکه عیسی رو پاس کردی وارد محمد میشه حالا بعد کعبه دل رو محیا کنی حالا بعد خونه ای رو که آدم ساخته بود و در دلت مشخص کنی حالا باید حج کنی دور خودت حالا باید دور خودت به چرخی و تواف کنی و دور اون خوشگل یعنی این مسیر سیر تکاملی رو همه من و تو ها پاس باید بکنیم هم من و هم تو بقیه هم توشن میرسی به سنی که بلوغ داری حالا دنبال زن دن شوهرداری خوشگله دیگه رفتی خونه دوست رفتی خونه فلانی این دوره خیانت درونیت رو دوره یوسف رو باید پاس کنی همه پیانبرا تو تو هستن اینا داستانیست برای که تو بفهمی سیر سلوک ارفان یعنی چی اتار داره اینه به تو توضیح میده میگه تو یوسف رو پاس کردی یا پاس نکردی پاس نکردی بعد پاس کنی میرسی هفتاد سال دیگه نمیتونی پاس کنی حالا این که زن شوهر دار جسم این که من با یه دختری سکس میکنم جسمی اصلا اینقدر مهم نیست برای تصوف و این جسمیه مشکل سر عشق است میگه اگر مردی عاشق زنی یا زنی عاشق مردیه این عشق این دوتا رو تخریب نکن اصل موضوع سر اینه یعنی که عدم اطمینان در جهان به وجود نیار باورها رو نریز به هم خونه دوستت رفتی زن اون دیگه زن تو نیست دوست توه مادر توه اینو باور کن به اون دیگه خیانت نکن چرا چون بعدا دیگه اون آدمی که تو رو برده تو خونش که تو رفتی با زنش یه کاری میخواستی بکنی یا بهش نظر داشتی دیگه این بیلیبش میریزه به هم نیکی از جهان پاک میشه خوبی کارهای خوب پاک میشه باورها پاک میشه داستان یوسف داستانی است که برای همه من و تو دختر و پسر اتفاق میفته برای همین دست تصوف گرفتن دو زن حرامه نمیتونی شما دو زن میگیری به اینکه تو زیر یه زنش موندی زایدی نکته از پشتش و هر کدوم بازی های متفاوتی دارن و دیدگاه های متفاوتی دارن بعضی ها اصلا مثل ایسان نباید زن میگیرن این مرحله ها رو ببین چه جوری بکنی همه این داستان ها از قدیم تا الان داستان است که داره به تو میفهمونه یک سیر سلوک تکاملی هست که بعد از اینکه ریستارتی شدی قطره ای شدی که حالا میخوای به سمت دریای انسان کامل سیر کنی بدونی چه اتفاقی میخواد بیفته این مسیر رو باید بدونی و مسیر بسیار خطرناکه مسیر, مسیر بسیار عجیبیه و میبینیم که مردم نمیخوان اینو قبول کنن یعنی زمانی که ایسا رو دارن به صلیب میکشن همین که پتروس دندست بازی رو باخته دقت کن مطلب رو شیخ سنان داستانش راجع به ایساس راجع به موساس راجع به محمد ابن عبدالله راجع به توه و راجع به منه راجع به همین الانه پنهان از سوال بسیار عمیق در این شعر عطار پس بعد اینم توضیح بدم یعنی جناب آقای ایسا رو به دار میکشن به صلیب میکشن میکشن ایسا رو ایسای زمان رو میکشن پطرس زنده است حالا هی گریه کنه هی گریه نکنه تو این مرحله باخته بازی رو چطور تو دارن خوشگلت رو میکشن تو زنده ای چه زندگی رو انتخاب کردی مگه میشه یه کسی عاشق ایسا باشه و عیسی رو دارن میکشن و زنده باشه فریاد نزنه و حکومت نکشش عیسی رو به نام چی کشتن عیسی رو تخریب معبد یهودیان مثلا جرم های ایسا این بود که به خطر انداختن امنیت ملی همه این داره ایسا بوده به خطر انداختن امنیت ملی, توهین به مقدسات مردم خراب کردن کنیسا و حمله به کنیسا ترغیب مردم به آریستوکراسی به جای دموکراسی و اعلام کردن که ایسا میگه مالیات ندین <applause> ماشه ببینی میفهمی همه در سر مالیاته ببین توی امام زاده تو میتونی ولی پول بندازی میتونی نندازی ولی در دموکراسی میان زن و بچه تو از زیر لحاف میکشن بیرون میکشند به داربار تو آلمان میفهمی پول دولت رو ندی میکشند یعنی اجبارا شما باید ده درصد مالیات بدی بعد میبینی تو ایسا همه چیزایی که بهش میزنن همین میگن آقا شما مسجد داری آتیش میزنی جملهش اینجوریه امنیت ملی رو داری به خطر میندازی دین و باور مردم خراب کردی و حمله و توهین به بسیجیان و روحانیت یعنی همون کنیسایی ها یعنی خاخام ها از این همینه داستیم میریم سر ایلیا ابن امران میبینیم همینه به خطر انداخته امنیت ملی توهین به قرآنی که محمد ابن عبدالله فرستاد یعنی شما حساب کن وسط جنگ میگه آقا من قرآن ناطقم بزنید این قرآنو همه مردم که دورش میگن طور خدا علی دیگه به این قرآنه کار نداشته باش مسجد آتیش میزنی آقا همه شبیه مشکلات ابراهیم خطر امنیت ملی حمله به بسیجیان و سپایان اون دوره تخریب معبد اعتقاداتی مردم بوتها را شکست همش همینه خوش کرده همین هر وقت روی اومد این مشکلات داشت هر وقت ریستارت اومد اپوزیسیون او هایی که در طول این صد هزار سال بودن همه تلاش کردن گفتن حالا که مردم فهمیدن دین پدرشون رو در آورده حالا بیایم بیدینی رو مت کنیم معلومه دیگه وقتی که تو با کتک رو سری سرت کنن بعدا میخوای مثلا لخت بشی بری مثلا با شورت اون بالا برخصی کل فکرت اینه دیگه به چیز دیگه فکر نمیکنی اصلا به خرد فکر نمیکنی بازی دوران اما هر زمانی که یک ریستارتی آمد گفت آریستوکراسی رو انتخاب کنید تمام اپوزیسیون گفت ما آریستوکراسی رو نمیفهمیم نمیخوام انتخاب کنیم یعنی <تصفیق> فقط فوش دادن هیچی نمیدونه ازش و خیلی چیزایی دیگه شکستن قول عشق بدتر از جسمه شما با دختری که یه کاری میکنی این جسمه دلار دلاره اصلا کلا قیمت من و تو یعنی دختر یا پسر فرق نمیکنه 100 دلار 150 بهترین پسر رو الان شما برو اجارش میکنی یه شب 150 دلار دختر من میتونه خوشگل حالا حالا گیشنی که گل گلش 200 دلاره 300 دلاره اش رو چجوری میخوای بشکنی عشق رو که میشکنی قول میشکنی سندیت انسانیت رو میشکنی اینو نمیتونیم از بین ببریم این میلیارد پولشه حکایت شیخ سنان داستان سنان رو من شروع میکنم اینا رو توضیح دم که این مخفی شعر رو میخونم چیز نشین یک رازش رو اول شروع میکنم گفتن باز کوچولو بازش میکنم که بدون یعنی چی چون این حرفا رو زدم و بعد شعر رو شروع میکنم خوندن دو سه تا راز بسیار عمیق توش و نهفته است و سه نتیجه بسیار خطرناک و عمیقتر. راز اول این داستان اینه که کل داستان شیخ صنعان داره میگه که یک صوفی رو ها نجات دادن خیلی راضی بزرگیه ولی حالا که تو که میخوای بری ریستارتشی ببین چه عظمتی داری تو تو چه آدمی میتونی بزرگی باشی به آدم. یعنی یک صوفی رو که جهان بهش وابسته است ما همیشه در این برنامه ها توضیح دادیم که صوفی اند اون تفکر است که تو بهش بخوای فکر کنی و تصوف مسیری است که صوفی عرفان رو از همه بهتر فهمیده حالا گیر میکنه یه جایی راه نجاتی براش نمیمونه الا نجات ریستارتی ها قیام ریستارتی ها قیام وندتایی ریستارتی ها برای نجات یک صوفی خیلی قشنگ و عجیبه و صوفی نجات پیدا کنه این یکی از رازهایی است که در این شعر نهفته است و سه قسمت داره شعر قسمت اولش توضیح میده این آدم چیه شیخ سنان پیر عهد خیش بود در کمال از هرچ گوییم بیش بود میگه این پیر عهد خودش بود وقتی میگیم پیر یعنی اینکه آدم خیلی بزرگیه دیگه پیر کلمه است که اصولا برای انسان کامل استفاده میکنن عطار اینجا داره اشاره میکنه که این آدم نزدیک بوده به انسان کامل یعنی تمام مراحل عطار رو طی کرده بوده و نمیدونیم بعدها انسان کامل میشده یا نه ولی در این حد بوده عظمت رو در کلمه پیر استفاده میکنه شیخ سنان پیر اهدخیش بود در کمال از هر چه گوییم بیش بود یعنی هر چی من بگم اون بیشتر بود خیلی دیگه من میگم 99 میگه 100 بود من میگم 2 میلیارد 500 اون میگه 2 میلیارد 501 بود عظمت یاها ببینید دقت کنید برای اینکه بیتو بفهمیم میریم سراغ مولوی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم ما یعنی ملت جهان ما هیچ وقت به عطار نمیرسیم عطار میگه در کمال از هر چه گوییم بیش بود یعنی من هر چی بخوام بگم و تو بخوای بگی بگوییم اون بیش بود ببین چه آدمی بوده عظمت شیخ سنام می چی بوده حالا برای اینکه اشتباه نکنی و فکر نکنی که شیخ سنان انسان کامل بوده اینجا اشاره میکنه شیخ بود او در حرم پنجاه سال یعنی چی بود؟ شیخ بود پیر نبود شیخ سنان اتار اینجا اشاره میکنه شیخ سنان برای اینکه تو فردا نگی انسان کامل انسان کامل نبود صوفی بود شیخ بود او در حرم پنجاه سال با مرید چهارصد صاحب کمال پس شیخ بوده شیخ یعنی چی اون موقع در دوران عطار و اینا شیخ یعنی صوفی به اسمش عوض شده دیگه هی عوض میشه در طول تاریخ بخاطر اینکه تا میگفتن شیخ آخونده است میشه میذاشتن شیخ شیخ جواد فلانی شیخ قاسم فلانی اینقدر این کلمه شه بعد گفتیم صوفی میشده مد میشه صوفی مثلا صوفی همه گفتن صوفی آخوند فلانی صوفی همینجوری بوده همیشه همینجوری تکرار بوده هی هم انسان کامل هر دوره ای عوض کرده یعنی دیگه یه اسمی گوشه ریسار نمیتونیم میگه آیت دیگه یه اسمی گوشه جدید که کسی نمیتونه بگه آیت الله العظمار ریسار نمیشه گفت یه چیزی که همه رخته میگه ایشون شیخ بوده پس یعنی صوفی بوده هر موردی کانو بوده عجب مینای یاسود از ریاضت روز و شب هم عمل هم علم با هم یارداش داشت هم ایان کشف و هم اسرار داشت خیلی ساده توی یه بیت توضیح داده هم عمل هم علم و توضیح دیم سواد یعنی دانشمند سواد یعنی شما دکتر شی سواد خیلی هم خوبه برای جامعه بعد کتاب هایی که راجع به سواد هست تو بخونین خیلی خوبه کتاب پزشکی بخونین کتاب نجوم بخونیم کتاب خیلی خوبه علم چیزی که فقط میدن مثل عشق آمدنی بود نه آموختنی علم چیزی که یک چوپان تو بیابون پیداش میکنه هم عمل هم علم پس هم, 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 هم رو با هم داشت هم یار داشت هم یار داشت با هم بود این دوتا رو با هم داشت هم عیان کشف هم اسرار داشت یعنی هم اسرار میدونست هم کشف میکرد و هم توضیح میداد هم بیان میکرد قرب پنجه حج به جا آورده بود عمره عمری بود تا میکرده کرده بود پنجه رفته رفتید حج حالا برای اینکه باز تکرار کنیم حج فقط کسانی میتونن برن که اینا هی تکرار می اگه من اون برامر نمیرفتم اینو متوجه نمیشدین حج مسلمون حق رفتن به حج نداره حج فقط شیرینی است یعنی یه آسیس که به صوفی یا به یه ریستارتی میدن که مراحل سیر و سلوک عطار رو رد کرده وقتی رد میکنن میگن حالا برو حج یه دوری بزن کعبه رو ببین یعنی باید موسا رو رد کرده باشه ایسا رو رد کرده باشه ابراهیم رو رد کرده یا رو باشه یارتون می باشه میگه قرب پنجه حج میدونی پنجه حج یعنی چی؟ یعنی پنجه بار بهش مدال طلا دادن یعنی انسان کامل گفته شما چرا اینجا یه حج برو خیلی <تص> جا پنجاه, پنجاه مدال طلای نفر اول جهان خود سلات و سوم بی حد داشت و هیچ سنت را فرو نگذاشته و هر کاری که تو فکر کنی این آدم کرده بود پیشوایانی که در عشق آمدن پیش او از خیش بی خش آمدن یعنی بی خیش آمدن یه آدمای گنده اون دوره فرقه های متفاوت و گروه های متفاوت و آدم های بزرگ هر دوری در هر جای جهان پیش این که می اومدن بدون خود می اومدن بدون خیش می اومدن یعنی خیشش اون پشتدی یعنی مؤدب میشدن منم منم نمیکردن همه ساکت بودن فقط گوش میکردن رئیسا و عصای هر جایی که می اومدن هر قومی بودن مثلا رئیس زرتشتیان می اومده رئیس مثلا مسیحا می اومده رئیس مسلمانا می اومده رئیس هر جایی می اومده دوزانو میشسته و فقط گوش میکرده خیش و پشت در سپر رو مینداخته خیش و پشت در میذاشته میومد تو فقط گوش میکرده موی می بشکاف مرد معنوی در کرابات و مقامات قفی مو رو باز از ماس بکشید بیرون شیخ سنان کسی بود که قشنگ میشکاف تفکرات معنوی رو باز میکرد ببین درجه این صوفی به کجا رسیده بود هر که بیماری و سستی یافتی از دن او تندرستی یافتی هر کی مریضی داشت میره پیشش میشست خوب میشد که <applause> معجزات بسیار زیادی هم ازش گفتم که معجزه نیست اصلا تلپاتی معجزه نیست که مدیتیشن که معجزه نیست که اینا چیز علمیه اسکایپ که الان معجزه نیست که علمیه این که قدیم مثلا 300 سال پیش یعنی مامان تو من بهت میگفتم بیا اینجا بشین یه معجزه میگفتی چی میگفتم به این نگاه کن مامان ببین خب مامانتی میدیدی تو فکر می‌کنی موقع معجزه ده الان میگی ای آقا این اسکایپه معجزه نیست دیگه از اینا معجزه نیست معجزه اصلا تعریف دیگه ای داره تعریفی که همه مسلمونا و همه ها و همه یهودیا و همه یهودی ادیان میکنن اصلا معجزه کمدی معجزه این نیست معجزه ای چیز دیگه است حالا خلق را فل جمله فل جمله یعنی خلاصه خلق را جمله در شادی و غم مقتدای بود در عالم علم میگه خلاصش بهت بگم کسی که داری این برنامه رو گوش میکنی مردم در شادی و در غم یه آدم داشتن مقتدا داشتن یه صوفی میشناختن در عالم که علم شده بود علم شده بود یعنی همه میشناختنش دیگه مثل برای اینکه بدیم مثلا در دورانهای بعضی ها همه میشناختنشون دیگه مثلا سعدی رو همه میشناختن اون دوره بعضی صوفیان رو در طول تاریخ همه میشناختن سعدی در عشق کمالش خیلی بالاتر از حافظه اصلا اصلا کلا سعدی خیلی بالاتر از حافظه فاصله سعدی و مولوی فاصله سعدی و حافظه برای اینکه بدونی در در سیر و سلوک تصوف و عرفان خیلی با هم متفاوتن و خیلی عجیب گرچه خود را قدوه اصحاب دید چند شب بر همچنان در خواب دید که از حرم در رومش افتادی مقام سجده می کردی با بر را می گفت این صوفی چند شب پشت سرم هی خواب دید که رفته به روم و سجده میکنه یه بچی رو خب براش خیلی سنگینه دیگه روزی که ابراهیم خواب دید که بعد بره بچهش بکشه صوفی بود انسان کامل نبود که یعنی خواب دیدی که بچه خوشم به خواب که نمیشه اطمینان کرد که خوابی که توش انسان کامل نباشه اصلا مفهوم نداره تعبیر خواب دست کسی دیگه توی همه این پیغمبرا دو تاشون میتونن تعبیر خواب کنن بقیه اصلا نمیتونن خود تعبیر خواب چون تعبیر خواب یعنی تعبیر روح که چسبیده به نفس به همین خاطر کسی میتونه اینو تعبیر کنه که وصل باشه به اون معدن روحیات مردم جهان و این اجازه رو به هر کسی نده نه اینکه انسان کاملا الان نمیتونه بفهمه تو چیکار میکنیم عیسی تو هر خونه ای میرفت که معجزات عیسی بگم میگم میخندی این بود که هر کسی باش حرف میزد گفتش که تو خونه چی داری <تصفح> خیلی گفت سلام آقای عیسی میشه بفرمایید که من کیم میگم اول بهت بگم که شما تو خونه تون 234 تا سکه دارین دو تا داری گوشه زیر قالی یکی اینجا کاری دو تا نون داری شش تا همه رو میگفت از اینجا تو یخچالش بوده اینجا تو ازت خونه بوده یعنی دوربین گذاشته بود وسط تمام خونه ها میدید دوربین مخفی گذاشته بود دیگه رو میدید میگفت واسه هم کاری نداشت یک معجزه به بوده حالا همه چیزو دو میدونست میگه این آدم یعنی شیخ سنان هی خواب میدید که میره رو روم و سجده میکنه به یه بوتی هی هم گیج میشه صبح بلند میشه میگفت آقا من آدم یعنی چه مساتی ما این همه وادی رد کردیم ما هفتاد هزار عالم دیدیم ما مریض میاد شفا پیدا میکنیم این چه خوابی من دارم میبینم گیج بود که از حرم در رومش افتاد بودیم مقام سجده میکردی بوتی را بر دوام چون بدید این خواب بیدار جهان گفت در دام و دریق این زبان میگه این صوفی بیدار جام چقدر زیبات واقعا شعرا عطار دنبال قافیه نیست دنبال مفهوم زیباییه میگه که چون بدید این خواب بیدار جهان یعنی این آدم اصلا نمیخوابی که خواب ببینه اینجا داره میشکونه جمله رو میگه حسین یارت به همه گفتی که انسان کامل هیچ نمیخوابه بله نمیخوابه و صوفیایی که واسلا همین جوری هم تا حدودی بله حسین درست میگه اینجا رو اینجا یادت باشه این بیدار جهان خواب دید واش کمدیه بعضی موقع شما تو خواب یه چیزی میبینی بعضی موقع بیداری یه خواب میبینی اینه بهش میگن معجزه میخواستم توضیح بدم این بی... مصر رو معجزه یعنی که شما بیداری داری را راه میری خواب میبینی میشه معجزه چه خوابی میبینی کاراتو <متصفح> <متصفح> داری میکنی انجام میدی رفتی شرکت برمیگردی ولی خواب میبینی چجوری میشه تو بیداری خواب تو خواب میشه فکر بیداری ولی تو بیداری چیزی میفهمی خوابی و خواب سختیه حالا برنامه دیویس به بعد حالت سوم نور رو بفهمیم خب چون بدید این خواب بیدار جهان گفت در و دریغا این زمان <تصفح> رد تو سرش خب اگر بس گیر کردیم فهمید کار خوشگل از گیر کرده گفت نابود شدم دیگه این همه زحمت کشیدم و این همه رفتم ما رو انداختم وسط یه جایی که یه اتفاقی بیفته یوسف توفیق در چاه افتاد عقبه دشوار در راه افتاد گفت ببین شدیم یوسف بعد شدیم این همه وادی چرا چون شاید وادی عشق خوب پاس نکردیم یه دلیلی داره دیگه داره, داره فکر میکنه صوفیه میگه ما یه وسط گیر کردیم دیگه چون داستان یوسف داره تکرار میشه ما یوسف رو پاس کردیم فکر کرده بود پاس کرده پاس نکرده اینجا یواشت یعنی میریم داره میفهمیم نکته مهمیه یعنی تو موسا رو پاس کردی نه پاس نکردم الان شدم ایسا نه دیگه میگی منم منم بدبخ میشه فکر میکنی منی هستی همین کار رو موسا کرده من اشاره میکنم هی برنامه گذشته برای اینکه که بتونم این توضیح بدیم بعد برگرم به گذشته یارتون باشه موسی یه جایی رسید گفت منم چون هنوز موسی رو پاس نکرده بود دیگه ابراهیمینا رو پاس کرده بود به ترتیب بعد به موسی رسیده بود هنوز پاس نکرده بود یه روز گفت خدایا بهتر از منم هست منم این منم یقش گرفته گفت ببین چی چی منم این وقتی که عیسی شدی موسی جا میتونی حرف بزنی راجع منم گفت پس من به اشتباه کردم چیکار کنم گفت برو پیش یه کسی که طریقتیه گفت طریقتی یعنی چی گفت حالا میفهم اون بعدا میاد عیساییه گفت کی اسمش گفت میری اونجا میبینی اون خوشگله یه خوشگله میری میبینی رفت اونجا بعد رسید به خزر بهت گفت عزیزم تو رو اشتباه فرستادن تو اصلا امکان نداره که این مرحله رو پاس کنی تو برای چی اومدی اینجا گفت من فرستادن گفتم برو بیا خدمت شما نه نمیفهمی تو اصلا این وادی تو دنبال این هستی که کی روسریش میذاره کی رو سریش ور داره تو تازه تو این مرحله ای به زور رفتی یقه دختر مردم گرفتی رو سجده بکشلا هنوز به این شعور نرسیدی که روسری بره عقب روسری بیاد جلو اصلا کسی که عاشقش رو میبینه کسی که خوشگله رو میبینه یاد روسریش نیست که بکشه جلو بکشه عقب ول روسری مرحله رو تو نمیتونی باز کنی وقتی تو به فکر شلوار تو خشتک تو روسری تو اینا هستی در حضور اون خوشگله تو هنوز مشکل روحی داری چطور فکر روسری تی؟ عزیزم برو ببین زنا وقتی شوهرشون یا بچهشون میمیره جوون مرگ میشه مادر فکر روسریش نیست سر اعضا تو سرش میزنه روسری وله عزیز عشق رو نیفهمی آقای موسا اومدی یعنی هنو وادی موسی رو پاس نکردی گفت من خودم موسا هم گفت نمیفهمی موسا یعنی شی. بابا برو جلو تو خودت موسایی ولی موسا رو نمیفهمی خوش کردن. برو جلو هنوز بوغ بزن تو هنوز نمیدونی که کدوم مادری بچش میمیره و از عشق بچه روسریش میکشه جلو و کدوم آدمی هست امر معروف کنه بگه روسری تا مادر بکش جلو همه میدونن این داغ داره تو وادی عشق نیومدی موسا فکر شریعتی کشور شریعتی کنی مردم رو شریعتی کنی حکومت شریعتی کنی تو چی میفهمی از آریستوکراسی و ریستارت موسا بله چون بدید این خواب بیدار جهان گفت در و دریقا این زمان یوسف توفیق در چا افتاد عقبه دشوار در راه افتاد من ندانم تا از این غم جان برم ترک جان گفتم اگر ایمان برم اصلا دیگه نمیدونم چی میشه بعدش اشتباه کردم من اون وادی رو پاس نکردم شاید پاس نکردم شاید پاس نکردن فقط خوشگل مراقب باش ما رو هیچ نکشد نفس را جز زنده پیر دامن آن نفس کش را سخ گیر حسینی نیست یک تن بر همه روی زمین کو ندارد ای در ره چنین گر کند آن عقب قط این جایگاه راه روشن گرددش تا پیشگاه و بماند در پس آن عقب با در عقوبت ره شود بر وی دراز آخر از ناگاه پیر اوساد با مریدان گفت کارم افتاد گفت آف یا این محله رو پاس کنی تمومش کنی یا یه جمله ای گفتی جناب آقای شیخ سن آن که تو مرحله بعدی بوده مثل موسی گیر خز باید بیفتی یا رو کرد به مریدانش گفت آخر از ناگاه پیر اوساد با مریدان گفت کارم افتاد گفت رو هوایی مجید مریده بودن رو هوای ما همه موتی شما ما این همه گیر شما شما ما رو ریاستی کردیم شما رابطه عشقی داشتیم با انسان کامر یعنی الله به اسم الله که میگفتی شما یاد دادی که به اسم الله یعنی به اسم این خوشگله شما گیری و ما گیر افتادیم من ندانم تا از این غم جان برم ترک جان گفتم اگر ایمان برم بله می به رفت سوی روم زود تا شود تدبیر این معلوم زود بچه صوفی بوده به جای فرار به جای قای مشکوزی به جای در رفتن از فرمان انسان کامل و پیر اون زمانش یاره باشه ایسا هرچی انسان کامل دورش بهش گفت گوش کرد دقت این خیلی نکته مهمیه این رنگ بود دیگه باوش بود دیگه صوفی همه چیزو میبینه به جای این که فرار کنه از این اتفاقی که قرار بیفته و قرار پدرش در بیاد تو این مسیر به جای فرار با آغوش باز میره سمت دشمن اما شما مسلمان حسین 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 حسین, حسین, حسین. الان ظالم بر سرتم باشه همه نشستیم عین بوز همه میشینیم ما همه ترسیم شوخی نکن اون عیسی رو واسه دار میکشن همه ایسا 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 همونطوری بود دیگه چپس برو ببین تو قرون واسا دوپس دوپس اونا قوی تر از تو بوده ایسا 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 همه گریه ایسا ایسا گریه ایسا ایسا گریه ایسا گریه ایسا بعد هیچ کدومشون در دوره خودشون پشت عیسای خودشون وای نسیدن هیچ اگر اون دوره عیسا هم بودن همین بودن نشونش پتروس مرد بزرگ خوشگلش دارم دار میزم این یعنی چی برای اینکه بفهم اینو بفهم مثلا یه کسی با زنه داره میری بیرون خانمو تو گرفته رو گرفته میخواد بهش تجاوز کنه تو چیکار میکنی میری نگاهش میکنی بزنم <applause> تجاوز داره <دلی> میکنه <applause> نه قیام غیرت کجاست غیرتت کجاست که خوشگلتو دارم تو دوره خودت دار میزنن و تو لبخند میزنی لای پایگاه بسیج و لای سپاه و لای پول و پول و لای قدرت رو، کجای تو آره حسین زمان حسین زمانه عیسای زمان هم زمانه تا صبح بره کلیسا به هیچی نمیرسی سودی نداری برسی ایسات شناختی شناختی مولوی رسما اعلام کرد و تمام عرفا تصرف تصوف پس به هر دوی ولی قائم است آزمایش تا قیامت دائم است هست این همیشه هست می به باید رفت سوی روم زود رو کرد به مورد که باید بریم روم گفتن چرا گفت نمیتونم بگم بریم اونجا تا شود تدبیر این معلوم زود باید بفهمین چیه این خوابه چیه آقا فرار نیم. من مرد فرار نیستم همین چیزاو میدم دیگه فرمان من سه بار خواب دیدم برو بچه تو بکش ابراهیم میگه من سه بار خواب دادم این میشه میرن چهارصد مرد مرید معتبر پس روی کردن با او در سفر چهارصد تا از مریدای معتبر یعنی قابل اعتبار یعنی آدمای گنده یعنی از این همه فضایی که داشتن آدم های ریستارچی های قوی اینا پشت سر این صوفی بزرگ حرکت کردن می شدن دن <applause> می شدن از کعبه تا اقصای روم توف میکردن کردن سر تا پایه چقدر زیبا میگه میگه پشت به کعبه <applause> رو به روم یعنی کلمه ای که در روم خیلی نکته عمیقیه یعنی که یادتون باشه ببینید وقتی میگم دین ربطی به و عرفان نره دین هر دینی شاخه جداست مثلا شاه اسم علیکم صفوی مادرش اصلا مسیحی مرد بعد اینا حکومت تشکیل دادن حکومت اهل تصور عرفان مادره گفت من میخوام مسیحی باشم همه بهش احترام میذارن شاه هر روز دستاشو بوس میکرد <تصفح> عاشق مسیحیت احترام به مسیحیت اینا. مادر مسیحی مر چرا نمیتونست مادرش بگه آقا شما آبروی ما هستی همه شهر میدونه در مادرش وضعیه این که آزادی بیان یعنی دموکراسی در زیر لایه آریستوکراسی مفهوم داره مثل کوروش و خیلی مفهوم های دیگه حکومت دانایان حکومت کوروش این نگاهه حالا ما نمیفهمیم چی اگه میفهمیدیم که الان چندین ماه ما فراخان شعور و خرد دادیم یه نفر دقل انتقاد میکرد یا حرف ندارن چیزی بگم بیچارا اشکال نر چون فکر من برنامه مال منه برنامه مال من نیست دارم از این بزرگا میخوام خب میگه چیکار کنم یارو فکر میکنه دیگه میگه حافظه بگیرم کجاشه بگیرم حافظ خودش پیتیره پیچ میکنه خودش خدای یه سال تو کجاشه تو کشتی بگیرم حالا حافظه ول نمیکنه حسینی چسبیده به سعدی سعدی رو بگیرم دیگه بعدا مهره هایی در این برنامه ریستال وجود که بیلیارد ها بیلیارد قیمت جونه اینا هر کده بجون گنده های علا تصویه و عرفان کجا بگیرم بست هم بگم میخوام حق میدم بهش منم جای اون بر, بر میشستم میخواستم این برنامه ریستال رو لخ کنم واقعا بگم کجا بگیرم به کوروش پش بدم به افلاتون پش بدم به سقرات پش بدم به سعدی فش بدم به حافظ بدم کی چی بکشم این به خاطر مامان فلان اپوزیسیون خاله فلان اپوزیسیون که اصلا نمیشه بیا کیه نس نسبی داره قاسم حسنی میخواد شاه بشه قاسم حسنی کیه حسن سعدی کجا قاسم حسنی شاه بشه حالا بشه یا تو برای چه بیلیوی سعدی رو میکشی به قدر قاسم حسنی کجروی جوادیه بیلی کدوم بیلیو میکشی تمدنت رو تمدن یعنی ارفان تزوف می شدن از کعبه تا اقصای روم توف می کردن سر تا پای روم از غذا را بود عالی منظری بر سر منظر نشسته دختری تا اینجا مرحله اول این شعر تمام میشه و مرحله دومش در برنامه بعد تقدیم شما خواهیم کرد مرسی که مرامرم گوش کردید تکرار میکنم ما فقط داریم حرف بزرگان تصور کنم میزنیم و تازه بلغور میکنیم و صوفی باید بیاد بزنه ببینی بلغور نیست توش چیه اون کلم عطال میگه موی میشخاف اون رو اجازه بهش بدم بیاد بشینه اون وقت جهان رو میریزه به هم آره ما بلغور داریم میکنیم شما همتون ریختین به هم خودمون هم به خودم هم ما خودمون هم شما داریم میریزیم به هم دوستتون دارم مرسی که معلومه رو گوش کردین بدرود

شی استوری زبان هومد اینش فهم عشقاری فهم عشقاری بیان زبان دیگری ناباز نیست گوش دیگر گوش دیگر لایقه